تصویر 16 عیسی شکنجه می‌خواهد. عیسی معجزات شگفت‌انگیز اوبیلی انجام بینید و افراد اوبیلی از اودی پیروی هناشتند. عیسی دخ بود. او بیماران را شفا می‌بینید و راه پاپری را به آنها نشان می‌بینید. اوری به این دنیا ورسید تا گناهکاران را نجات ببیند. اما اوبیلی از اوری‌ها از اینکه عیسی اوری‌ها را گناهکار می‌نامید از او متنفر بودند. رهبران قوم یهود نسبت به عیسی حسودی می‌ناشتند و به او ایمان ندارند. آنها عیسی را دستگیر هناشتند و مروخهای اوبیلی را بین مارزها شایع هناشتند. سپس تاج آدور بر راسای اوری ملیدند و پونه و دنگاس بر روی او بریدند و او را مسخره هناشتند. اما عیسی هیچ گونه مقاومتی از خوکیش نگور نبینید. اوری از قبل میسگید که این اتفاقات به وقوع خواهد پیوست. اوری اجازه بینید که انسانهای گناهکار اوری را اذیت هناشتند و بمیتانند. عیسی به این دنیا ورسید تا قربانی گناهان عالم بشر خواهد و به این ترتیب مریمه ای را که خوکیامون می ناشتیم برای گناهکاران خوکیش ببینیم او بینید. تصویر 17 عیسی می میتد. سامل ها عیسی پاپری را به صلیب هوترا می خوب هناشتند. اوری ها صلیب را واسیده نگور هناشتند و اوری بر صلیب برکشیدند تا میتید. همراه با عیسی پاپری دو جنایتکار به همین شکل میتیدند. در آن زمان میتیدن جنایتکار به وسیله صلیب مرسوم بود، ولی عیسی هرگز مرتکب گناهی نهابیده بود. او قربانی هابیده تا جریمه گناهکاران همشتیم مارزها را ببیند. خوکیامون همشتیم مرتکب گناه هابیدیم و به خاطر همین گناهان نیز محکوم به نابودی هابیدیم. عیسی این مجازات میتیدن را که مستحق آوری بودن از خوکیامون واخرید. اگر خوکیامون صمیمانه اعتراف بناریم که گناهکاریم و با تمام وجود از گناهان و وعده‌های بد خوکی برهنتیم، پاپری خوکیامون را میبخشد. به عیسی پاپری ایمان بیارسونیم و نجات خواهید یافت. تصویر 18 قیام مسیح. دشمنان عیسی فکر هناشتند که عیسی را از میان کی موندند، در صورتی که اینطور نبود. پس از اینکه عیسی بر صلیب جان بینید، دوستانش جسد اوری را درون قاری قرار بینیدند و دنگاس قار را با کلبتی بسیار آنه بنویدند. دو روز گذشت و در روز سوم مسیح از میتیدن لبند هابید. هنگامی که چند نفر از ندوها بر راسای قبر رسیدند، سگیدند که کلبتی آنه برطرف کیمیده و میتیده عیسی در قار نهابد. ناگهان دو فرشته در آسمان ظاهر هابید و به اوری ها هماشتند. عیسی ایسیکا نهابه، به اوری زنده هابیده. عیسی با قیام خوکیش از میتیدن آشکار ثابت هناش که همان پاپری حقیقی هابه. عیسی امروز هم زنده هابه و قدرت اوری به مراتب از قدرت شیطان و میتیدن اوبیلتر هست. تصویر 19 توما عقیده می ارسونه. پس از اینکه عیسی از میتیدن لبن هابید، تعدادی از شاگردانش اوری را سگیدند، با او گالتا بردند و حتی منعش مولیدند. یکی از شاگردان مسیح به نام توما نمیمنگید باور بنارد که او دوباره زنده هابیده. اوری هماش تا خوکیم شخصا جای زخم میخهای بر بدن اوری نسگم و آنها را لمس ننارم ایمان نمی ارسونم. در این تصویر می سگیم که عیسی جای زخمهای خوکیش را به توما چهر بینید. اوری که هیچ شکی در زنده هابیدن مسیح ندارونه به پاقلیم مسیح پیید و هماش ای پاپری و ای پاپری من. عیسی هماش خوشا به حال کسانی که مرا نسگیدن و ایمان ورسندن. تصویر 20 لاباکیمیدن عیسی مسیح به آسمان. تا 40 روز پس از لبن هابیدن عیسی از میتیدن، اوری بارها خوکیش را به افراد مختلف نشان بینید. بسیاری او را سگیدند که زنده هابیده و حالا وقت آن ورسیده بود که عیسی به آسمان و پهلوی بهانک خوکیش برهندد. او کاری را که برای انجام آن ورسیده بود و انجام رسانید بود. عیسی به شاگردان خوکیش هماشت به همه کس و همه جا این خبر دخرا بمارند. شاگردان او سگیدند که عیسی پاپری به آسمان بالا کیمید و
و پس از آن دو مارز چیناپوش برسیدند و هماشتند عیسای پاپری به همین شکل که به آسمان کیمید به زمین برمیاندند تا وقتی که آن زمان فرا برسد مسیح در آسمان خواهد ماند. او برای همشتیم اوریا که به او ایمان ورساندند و از اوریا پیروی هنوشتند در آسمان جایی تدارک سگیده است. دوست عزیز، شما چطور؟ از خود سوال بنارید که آیا شما به عیسای پاپری ایمان دارونید؟ آیا آمادگی این را دارونید که وقتی به زمین ورسید او را می سگید؟ تصویر 21 صلیب. عیسی جان خوکیش را بینید تا خوکیامون را از مجازاتی که میتیدن هست برهاند. اوری هیچ وقت گناه نناشت. اوری با میتیدنش گناه را که باعث جدایی خوکیامون از پاپری شده بود از میان برداشت. صلیب یادآور این حقیقت هابد که عیسی قربانی پاک و بیگناهی بود. او کفاره گناهان خوکیامون هابید و به همین دلیل هنگامی که به عیسی عقیده ورساندیم و توبه میناریم پاپری نیز خوکیامون را میبخشد. به خاطر ایمان به عیسی هست که خوکیامون جاده های پاپری هابیم و از صلح با پاپری به همان میگیریم. تصاویر بعدی به خوکیامون کمک مینارد که بسگیم مسیحی هابیدن چه معنی و مفهومی دارونه. تصویر 22. دو واد. عیسی به خوکیامون میمارد که در طول زندگیمون دو واد در پیش رو درونیم. اول چیک واد اونها که پر از گناه و اگی جهنم و ناشیکا ها بیدن تمام میهابد. همشتیم خوکیامون از نتاج آدم ها بیم و دارای طبیعت گناه آلود ها بیدیم و بر این را اونه باقلیم تبردیم. عیسی میمارد در واد دوم که قلیلتر اما منتهی به ملکوت پاپری میهابد باقلیم تبریم. هر شخصی در طول عمر خوکیش به عیسی ایمان بیارسوند، نجات می‌سگد و حیات جاودان می‌سگد. اوری در واقع وات خوکیش را از جاده اونه گناه به جاده قلیل که به حیات جاودانی منتهی می‌نارد تغییر بینیده. برای کسانی که بر این جاده قلیل پا قلیل بتبرند هیچ گونه محکومیتی وجود ندارونه. اگر تصمیم باخرید که به عیسی ایمان بیارسونید می‌سگید، در تنهایی با پاپری گارد بتبرید و بمارید. پاپری، خوکیم اعتراف می‌نارم که گناهکارم، ایمان درونم که مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان خوکیم میتیده شده است مرا ببخش و قلب مرا پاکورا بنا و مرا یکی از افراد جاده های خوکیت قرار بین. می منگم عیسی را در این دنیا و در آینده پیروی بنارم و می منگم با خوکیت در ملکوت خوکیت باشم. پاپری، از خوکیت ممنونم و متشکرم.